پارمیدا هم اون احساس دوگانه رو داشته، یعنی هم ترس بوده هم شجاعت و مقاومت بوده. ما نمیتونیم فقط اینو ببینیم که شجاعت داشته، اون کلماتی که از سر خشم داشت مطرح میکرد کاملا نشون دهنده این بود که چقدر این جملات سنگین این مرد، این آزارگر حجاب در واقع داره به جانش ضربه میزنه، ولی تصمیمش رو گرفته بود که بیسته و ایستاد. خیلی خوش اومدی رو غنی جون به این گفتگو، مرسی ازت که در واقع هر دفعه ازت خواهش میکنیم که بیای و در مورد گزارش های خوبت صحبت کنی و امروز در رابطه با گزارش پارمیدا شهبازی هست که با هم صحبت میکنیم. واقعا نمیدونم چی بگم، من خودم اولین بار که اون فیلم پارمیدا شهبازی منتشر شد و اون صحبت های جسورانش رو دیدم، واقعا یه جور دیگه ای افتخار کردم به این دخترها و زنایی که در ایران هستن در مقابل این ظلم آشکاری که بهشون داره میشه. واقعا یه جور ساکت نمیمونن، حرفشون رو میزنن، حق خواهی میکنن و واقعا از همینجا بهش تبریک میگم. خودت چه حسی داشتی وقتی که اون فیلم منتشر شد و اولین بار دیدی؟ خود حس خودت چی بود؟ سلام ویدا جان، مرسی از اینکه دعوتم کردی و مرسی که ازم تعریف کردی. من حقیقتش ویدیو رو خب همزمان با خیلی های دیگه تو شبکه های اجتماعی دیدم و قاعدتا این که خب ما میدونیم که ما سالهاست که از ایران، من خودم شخص سالهاست که از ایران خارج شدم، از سال 2016 و آخرین باری که ایران رفتم حدودا 5 سال پیش بود. اون موقع خب چهره‌ای که از ایران به خاطرم داشتم خیلی متفاوت بود، اینکه یک زنی بدون اینکه کد حجاب رو رعایت کنه، یعنی اصلا اینطوری نیست که شالی دور گردنش باشه، مانتو پوشیده باشه، حالا مانتو شلو باز باشه، یعنی یک لباسی رو پوشیده که در یک جامعه آزاد که به زنان، به شخصیتشون، به شأنشون احترام گذاشته میشه، زنان میتونن این لباس رو بپوشن. از این جهت خب هم خیلی احساس در واقع احساس این میکردم که چقدر جامعه ایران تغییر کرده، چقدر زنان دارن جسورانه مبارزه میکنن، و همین که حقیقتش با حرفهایی که اون مرد داشت میزد پشت دوربین، اون مرد عامر به معروف داخل گیومه داشت پشت دوربین میزد، حقیقتش اینه که من ترسیدم، چون داشت اتهاماتی مثل توهین به مقدسات رو میزد، تهدید میکرد، سعی میکرد که تحقیر کنه، و خود من به شخصه اگر که جای پارمیدا بودم قاعدتا احساس ترس زیادی میکردم و مطمئنم هستم که در واقع پارمیدا هم اون احساس دوگانه رو داشته، یعنی هم ترس بوده هم شجاعت و مقاومت بوده. ما نمیتونیم فقط اینو ببینیم که شجاعت داشته، اون کلماتی که از سر خشم داشت مطرح میکرد کاملا نشون دهنده این بود که چقدر این جملات سنگین این مرد، این آزارگر حجاب در واقع داره به جانش ضربه میزنه، ولی تصمیمش رو گرفته بود که بیسته و ایستاد. دقیقا، مخصوصا اون جمله آخرش که من یه زنم و تا رگ گردنم پای اعتقاداتم وای میستم، این خیلی حتی تو شبکه‌های اجتماعی تحسینش کردن به خاطر این جمله. همینطوره. آره. و حالا بعد اینکه این فیلم منتشر شد چه اتفاقی برای پارمیدا افتاد؟ فکر کنم تو گزارشت هم کامل گفتی، خوبه که اینجا هم بگی. حتما حتما. ببین این در واقع ویدیو رو اول کانال تلگرام بیسینچی منتشر کرده. بیسینچی در واقع یک گروه فشاره، قبلا مثلا ما انصار حزب الله رو داشتیم تو دوران اصلاحات که می رفتن جای مختلف شلوغ می کردن و فشار می بردن به نهادهای دولتی و حکومتی. الان خب یه مقداری بعضی هاشون تغییر رویه دادن و سعی می کنن تو فضای آنلاین این کار رو انجام بدن. خب اینا این ویدیو رو منتشر کردن با جملات تحقیرآمیز و در واقع لحن تمسخرآمیز، سعی کردن که مقاومت این زن رو زیر سوال ببرن. بعد از اینکه این ویدیو از طرفشون منتشر شد، نهادهای امنیتی ایران که خب ارتباط تنگ و تنگی هم با این گروه های فشار دارن، در واقع رفتن ظاهرا سراغ پارمیدا و بازداشتش کردن.
همون شب ساعت 10:48 شب خبرگزاری فارس که کارنامه سیاهی تو سناریو سازی برای فعالای مدنی داره، در واقع میاد یه خبری رو منتشر میکنه که این زنی که بی حرمتی کرده به موکب امام حسین، چون ما میدونیم که این اتفاق تو روزهای در واقع عزاداری برای امام سوم شیعیان رخ داده، میاد این رو منتشر میکنه با این عنوان بدون اینکه اسمی ازش ببره، و در واقع یه فیلم ویدیو اعتراف اجباری هم میذارن که پارمیدا داره عذرخواهی میکنه و میگه که قصد توهین نداشته و توهین به هیچ کس نکرده. در واقع این ماجرای در واقع تا بازداشتش بود. بعد از مدتی هیچ خبری در واقع از ایشون توی شبکه های اجتماعی نبوده. موجی راه میفته مبنی بر اینکه کجاست، و این بیخبری نگرانی های زیادی رو ایجاد میکنه به واسطه اینکه ما میدونیم که قبلا اینها چه رفتارهایی رو داشتن. مثلا در مورد سپیده رشنا، روزی که جلوی دوربین نشوندنش و در واقع ازش اعتراف اجباری گرفتن، آثار ضرب و شتم روی صورت این زن جوان کاملا مشهود بود. و این نگرانی به جا بوده، مردم پرسیدن که کجاست، ولی در عوض نهادهای حکومتی پاسخی ندادن. و در نهایت ما متوجه شدیم از طریق یک منبع مطلعی که ایشون مدتی پیش آزاد شده به قید وثیقه، منتها اونقدر فشار روی خانواده و خودش زیاده که حتی در واقع با دوستانش هم این رو در میون نذاشته، یعنی هیچ راه ارتباطی براش نگذاشتن با دوستانش. فقط این رو میدونیم که در واقع ایشون آزاد شده با وثیقه. حتی در مورد رقم وثیقه هم چیزی نمیدونیم، چون که فشار روی خودش و خانوادش خیلی زیاده. آره دقیقا همین، توی مواردی که فشار خیلی روی خانواده میارن و اونا ناچارن ساکت میشن، اینجا نقش شبکه‌های اجتماعی خیلی مهمه دیگه. اینکه حالا از طرف جامعه برن پشت اینجور افراد وایسن و ازش حرف بزنن، چقدر به نظرت مهمه که شبکه‌های اجتماعی اینجور وقتا باید بیشتر در مورد اینجور موارد حرف زده بشه؟ ببین، قاعدتا یکی از در واقع مهمترین ابزارهایی که جامعه مدنی داره برای اینکه حرفش رو به حکومت بزنه شبکه‌های اجتماعیه، به خاطر اینکه اونا خیلی خوب در واقع رصد میکنن این قضیه رو، و چون از قدرت مردم در شبکه‌های اجتماعی هراس دارن، سعی میکنن که به اندازه خودشون، چون کلا حکومت جمهوری اسلامی حکومت پاسخگویی نیست به مطالبات و پرسش های مردم، ولی در حد و اندازه خودشون سعی میکنن بعضی مواقع یه پاسخهایی بدن. مثلا در مورد آقای شاکر بوری، اون طنزپردازی که مفقود شده بود، یعنی رسما رو بوده بودنش، بعد هم بگفتن که ما ازش هیچ اطلاعی نداریم، اینطور بود که کمپین هایی که راه افتاد کمک کرد به اینکه در نهایت آزاد بشه ایشون هم با قید وثیقه به طور موقت، و خیلی کمک میکنه قاعدتا اینکه صدای اون فرد که خودش و خانوادش تحت فشار هستن از طریق مردمی که نشون میدن به آرمان های مشترکشون پایبندن، خواسته هاشون رو از هر تریبونی که شده مطرح میکنن، این خیلی مهمه و کمک به این میکنه که در واقع حکومت همونطور که گفتم در حد و اندازه خودش حداقل پاسخگو باشه. ممکنه که در واقع پرونده سازی برایشون ادامه پیدا بکنه، ولی قاعدتا این که مردم پشتشن علاوه بر این که کمک میکنه که حکومت پاسخ بده، برای خود ایشون هم یک آرامش خیالی میاره، به خاطر اینکه میبینه کسانی هستن که فراموشش نکردن. مثلا در مورد توماج ما این رو داشتیم که بار اولی که توماج بازداشت، بعد از بازداشتش وقتی اومد بیرون توی توییتر نوشت که اصلا توقع نداشتم که در واقع منو فراموش نکنید، و این خیلی بهم قوت قلب داد. و واقعا در مورد همه افرادی که بازداشت شدن، به ویژه کسانی که گمنامن و شناخته شده نیستن، این خیلی مهمه. ارزشمنده، بله. روبه جون، یک رویه ای هم حالا این اواخر شاهدش هستیم، شاید بعد از این موج گسترده اعتراضات، که هر بار که در رابطه با تخلفاتی که حالا در مورد مسئولان جمهوری اسلامی پیش میاد یا اینجور موارد، وقتی فیلم ها منتشر میشه، مراجع قضایی سریعا میگن با کسی که این فیلم رو
منتشر کرده برخورد میکنن، در حالی که خب حالا تو فیلم پارمید شهبازی هم جوری که عمل کردن مورد تایید خودشون هم هست، یعنی اون رفتار رو خودشون تایید میکنن. چطوره که وقتی که فیلمشون منتشر میشه اینقدر میترسن و شدیدا میخوان برخورد کنن و این ترس رو ایجاد کنن که مثلا کسی که این فیلم رو منتشر میکنه بعدا بازخواست بشه؟ ببین، تا جایی که من میدونم در واقع مطابق قوانین این کار غیر قانونیه، یعنی مصداق بارز مزاحمت خیابونی محسوب میشه، اینکه بسیجی ها یا مثلا نیروهای داخل گیوم آمر به معروف گوشی در بیارن از مردم شروع کنن ویدیو ضبط کردن. به همین خاطر هم من فکر میکنم که قوه قضاییه سعی میکنه برای اینکه یک مقداری اون جایگاه مستقل خودش رو حداقل مستقل رو باز داخل گیومه میذارم، اون جایگاه خودش رو حفظ بکنه، سعی میکنه این رو اعلان کنه، یعنی یه نوع سیاست اعلانیه، در حالی که ما میدونیم که پشت پرده در واقع این نیروها با نهادهای امنیتی ارتباط تنگاتنگی دارن، خیلی هاشون ممکنه حقوق بگیر اون نهادها باشن، مثلا کسانی که مثلا در مورد خانم پارمیلا شهبازی ما میدونیم فردی که این کارو کرده در واقع بسیجیه، نیروهای بسیج ارتباط دارن با در واقع از لحاظ سازماندهی هم حتی اگر نگاه بکنیم ارتباط دارن و گاهی حقوق بگیر سیستم هستن، به همین واسطه همیشه برخورد خودی و غیر خودی انجام میدن و واقعا اقدامی در این زمینه انجام نمیدن، یعنی نمیان پیگرد قانونی بکنن، ولی این سیاست اعلانیشون اعلام میکنن که ما این کار رو انجام میدیم، این کار رو که نمی کنند هیچ در واقع جایزه هم میدن. من میخوام برگردم دوباره به مورد سپیده رشنو، رایحه ربیعی، زن که دست یک زن دیگر رو گاز گرفته بود و از سپیده رشنو فیلم گرفته بود، نه تنها مجازات نشد بلکه احتمالاً بهش جایزه هم دادن. این سیستمی هست که در جمهوری اسلامی کار کرده تا کنید. حتی توی فکر میکنم همشهری، رسانه همشهری مشغول به کار شد فکر میکنم. دقیقاً دقیقاً همینطوره. در کنار اینکه این سیاست اعلانی رو در واقع دارن و سعی میکنن که وجهه خودشون رو حفظ بکنن، در این حال هم در واقع میان کسانی رو که در شبکه های اجتماعی به در واقع به اوریان شدن این چهره ضد انسانی و زن ستیز حکومت منجر شدن، اونها رو هم بازخواست میکنن. مثلا در گزینه های زیادی که زنان ویدیو میگرفتن از کسانی که علیهش خشونت مرتکب میشدن مثل سپیده رشنو، افراد به زندان میافتادن، این شهروندان به زندان میافتادن، محکوم میشن، حتی مجبور میشن که در واقع مدتی رو در زندان بگذرونن، و این نشون دهنده ای که چقدر این سیستم با در واقع با سیاست یک بام و دو هوا داره رفتار میکنه. اگر که نیروی از طرف خودشه و داره از مردم فیلم میگیره، اون رو مصداق همکاری با دولت متخاصم، فعالیت تبلیغی علیه نظام یا اجتماع و توانی نمیدونه، ولی در این حال اگر کسی مخالف حجاب اجباریه و داره این کار رو میکنه، با شدیدترین در واقع ابزاری که دم دستش داره سرکوبش میکنه. دقیقه. خیلی ممنونم، مرسی از توضیحات کاملت مثل همیشه، مرسی که همراه ما بودی. مرسی.